سازمان امنیت داخلی آلمان در گزارش سالانه خود وزارت اطلاعات و سپاه قدس را به فعالیت‌های جاسوسی در آلمان متهم کرد. در این گزارش آمده زیر نظر گرفتن مخالفان و در مواردی حمله به آنها و حمله‌های سایبری از جمله فعالیت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در آلمان است. به گزارش رادیو فرانسه در بخش از این گزارش آمده تحت نظر گرفتن اپوزیسیون و مبارزه با آن همراه با تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات در عرصه سیاست، اقتصاد و علوم در کشورهای غربی از جمله آلمان محور فعالیت‌های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران است. ایران خود را قدرت منطقه‌ای می‌داند و تمایلات ضد غربی و ضد اسرائیلی دارد. به همین دلیل فعالیت‌های یهودیان و سازمان‌های طرفدار اسرائیل در آلمان را نیز تحت نظر می‌گیرد. سازمان امنیت داخلی آلمان در گزارش سالانه خود می‌نویسد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از کسانی که به ایران سفر می‌کنند بازجویی اجباری می‌کند. نمایندگی این وزارتخانه در سفارت ایران در برلین نقش مهمی در نظارت بر اطلاعات دارد. هدف این اطلاعات افراد و سازمان‌های مخالف در آلمان و سایر کشورهای اروپایی هستند. جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده، خرید تجهیزات ویژه چاپ اسکناس و همچنین کاغذ و رنگ مخصوص چاپ اسکناس، حمله سایبری به سازمان‌های دولتی، نهادهای علمی و پژوهشی، دگراندیشان، مدافعان حقوق بشر، مؤسسات حساس هوافضا، اسلحه‌سازی و پتروشیمی آلمان از جمله عرصه‌های اقدامات ضد امنیتی جمهوری اسلامی در آلمان است. در گزارش سازمان امنیت داخلی آلمان از مرکز اسلامی هامبورگ نیز به عنوان بزرگترین و پرنفوذترین سازمان متعلق به جمهوری اسلامی یاد شده است. گزارش این سازمان نوشته است ایران میکوشد از طریق مسجد هامبورگ روی شیعیان تبعه کشورهای مختلف که در آلمان زندگی میکنند تأثیر بگذارد. سازمان امنیت داخلی آلمان هر سال گزارشی درباره وضعیت امنیت این کشور منتشر میکند که همواره فعالیت و تهدیدهای اسلامگرایان و افراطیون چپ و راست بخش مهمی را به خود اختصاص میدهد و کم پیش میآید که در گزارش مربوط به اسلامگرایان نامی از جمهوری اسلامی و فعالیت‌های خراب کارانه آن برده نشود. علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پنج شنبه شب در یک سخنرانی گفت سپاه به همراه خیلی بی ادعای بسیجیان جهان اسلام بر قاعده هایی که حضرت امام خمینی بر آن مبنای انقلاب اسلامی را برپا کردند و نظام اسلامی را تشکیل دادند مصممتر از قبل و با عزم جزم به میدان آمده است. تحریم ها نه تنها در بودجه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تأثیری نداشته، بلکه بحرانی تر شدن وضعیت امنیتی رژیم نیاز به افزایش بودجه های امنیتی را بیشتر کرده است. این وزارتخانه در سال 97 حدود 44.5 میلیارد تومان بودجه گرفت، اما سال آینده قرار است 58.2 میلیارد تومان دریافت کند.